دستتون درد نکنه، بسیار بسیار خوشمزه شده، واقعا دستتون درد. نوشه جان شما لطف داری. خدمت شما عرض بکنم که خانم بنده منیر خانم ایشون هم مثل شما بسیار دستپخت خوبی داشتن، بسیار تبحر داشتن. به انشالله که سلامت باشن، سفرن دیگه، برمیگردن انشالله به سلامتی. بله برمیگردن انشالله برمیگردن حتما. دعوتشو میکنیم. کجا رفتن؟ سالای انحرافی میکنی ها. منظورم اینه که بالخصوص قیمه را ایشون مثل قیمه شما بسیار خوشمزه درست میان، تا اینجا آدم میخواست انگشتاش رو بخور. آش که اصلا نگو، رشته هر آش رشته هر آش. به به انشالله به سلامتی برمیگردن، همینجا تو باغ برامون یه آش درست میکنن که بخوریم. بله آش رشته. پسرها هیزم علم میکنن، ایشون هم زحمت میکشن یه آش رشته خوشمزه میپزن. انشالله همه آش پشت پا میپزن، ما هم آش پیشواز. آش پیشواز. حالا اجازه از صاحباق باید بگیریم مادر. آخر نه بی اجازه که نمیشه کنیم، یه هر کاری بخواهم بکنیم باید اجازه بگیریم. آقا داریوش جانم. بله بله، یه فکر انحرافی تو من. خانم آش رشته رو با چی میپزن؟ چیز زیادی نمیخواد، نخود و لوبیا و عدس و رشته و رشته پیازدار سیردان همین هست. خب مردم این روزا با این قیمت ها ارزونتر نمیشه آدم چلو کباب درست بکنه تا آش؟ دوباره حساب کتاب کردی آدم. اصلا اون توش گوشته، توش گوشته. نه همون آش. نمیدونم این بنده خدا آقداریش امیدی به درمانش هست یا نه. تومورش که خیلی پیشرفت کرد، ولی خب من خودم بارها تو این بیمارستان معجزه دیدم. ولی باورم نمیشه یه سیر دلشون نمیاد برای خودشونم خرج بکنن. بعضی از اخلاقا اینطوریه دیگه، همچین مثل بختک میفتن رود، راه نفستو میگیرن، اجازه نمیدن که هیچ وقت ترکشون کنن. حالا اگه وقت کمک خاصی به من بگو حتما.
ما که همه زحمت همون گردن شماست. ای بابا هر کاری هم بکنیم نمیتونیم جبران بکنیم. ولی عوضش تصمیم گرفتم امشب تا سر ببرم بگردونمت. اه؟ آه سهرم میریم بیرون با هم میخوریم. حلیم میزنیم؟ حلیم هم میتونیم بگیریم. جیگر هم میتونیم. به جیگر هم خوبه. خوبه آره عالی شد. تا بیریم بریم. چی کار میکنی؟ مونیر از اونجا رد شد. اینجا کجا هست؟ من اینجا چی کار؟ آمدم خواهد چیزه نه گوشی من مونیر دیدم داره از اونجا رد میشه. خدا ریوش عزیز به خواب خواب دیدی؟ خب پس من خیالم راحت بشه دیگه. ما رفتیم آقا داروش. کجایی تو؟ رفتم بنزین. آقا سعید، آقا سعید یه دقیقه بیا، یه دقیقه. داروش جان سلام. سلام 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 سلام. آقا سعید دیگه میگم یعنی دیگه داری میری دیگه. دیگه با اجازت. خب من بیام. میای؟ نیام بهتره نه؟ نیای بهتره. من میرم ان شاء الله حل میشه دیگه. ببین میدونی چی بگی دیگه اونجا؟ الان کلی حرف زدیم راجبش. یه چیزی نگی همه چی خراب بشه. نه دیگه من قرار شد برم شاه میثم خب. باش حرف بزنم. آه. اگه نرم شد راضی شد میارمش اینجا یه شیرینی هم با هم میخوریم. آره ولی اگه راضی نشد دیگه من شرمندم. راضی نشد یعنی چی؟ ما از این حرفا با هم نداریم. ما باید راضی بشه وگرنه من میبرم کلانتر میدم دست پلیس. بهت بگم خداریش من قرار بود خونواده شما رو پیدا کنم پیدا میکنم. دیگه حل کردن مشکلات 20 ساله شما که به من ربطی نداره. چرا ربط نداره؟ آقا اون کار مشاوره خانواده است. بابا داروش ای بابا برو عجب آدم بی منطقیه. دیوونه خونه برو زندان. پلاکی شنده 41 43 43 نمیری؟ بذار ببینم چی بگم. چی بگی نداره که برو پایین بگو. من از طرف پدرت اومدم همکارشون هستم. پدر شما یه ذره کسالت داره. ما اومدیم به شما بگیم که شما بیاین مراقبت کنید. خوب وقت نمیگه این همه سال پدر عزیز من کجا بوده پیداش نبوده. شاید بگه ولی خب بالاخره باباشه نمیتونه بذارش کنار که حالا یه اتفاق خدای نکرده برای بابام بیفته چیکار میکنم؟ باشه ولی الان هر چی هم باشه میگه موقع دعوا درمونش یاد ما افتاده. خب اینا رو که من از همون اول گفتم. بعد خود داریوش میومد. حالا که نیومده الان چیکار کنی؟ الان ببین سعید به نظرم برو راستشو بگو. چی بگم؟ بگو که من از بابای شما دزدی کردم. بابای شما برای من شرط گذاشته که من بیام شما رو پیدا کنم. الانم شما رو پیدا کردم دیگه آره به بعد مثلا از این به بعد میثم و پوریا و داریوش ستایی با هم برن کلانتری از من شکایت کنن. چطوره؟ این هم خوبه ولی یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. تا شب وایسیم همینجا حرف بزن. خب وای نمیسیم بیا بیا بریم. من نمیام. پا برای چی اومدی؟ آقا من اومدم تو رو حمایت. من حمایت نمیخوام که بیا بریم دیگه. بیسم بله سلام علیکم. منزل آقای شهامت. بفرمایید. ببخشید بگو. ببخشید میشه لحظه تشریف بیارید پایین؟ شما تشریف بیارید. یه لحظه همین فقط شما بیارید. اینه باباش میبونه. اینا بفهم درسته؟ بله خیلی ممنون.
نگفته بودی شغل جدید پیدا کردی؟ سلام بابا. سلام. توضیح میدم براتون، بفرمایید بشین. خیلی ممنون. توضیح هم اگه قرار بود بدی قبل اینا باید میدادی. اینجا مغازه سعیده بابا. میدونم. تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدم کمکش کن. ها. پس خودش کاری نمیتونه بکنه، تو باید کمکش کنی. آره؟ نه. نه چی؟ بابا شما میدونین دیگه من چقدر شما رو دوست دارم. دلم نمیخواد فکر کنین دارم بهتون بی‌احترامی میکنم. فکر میکنم که اشتباهی شده. شما نمیدونید که من چقدر شما رو دوست دارم. گمون کردی که من اگه با سعید مخالفت میکنم به خاطر خودمه؟ یا من اینجوری شناختی که حرف مردم برام مهم؟ پس چرا بهش وقت نمیدی؟ 5 سال وقت نیست؟ بابا شرایط بد شد. مادرت ازم قول گرفته که حرف تندی بهت نزنم. چرا بهم نگفتی؟ شما مخالفت میکردی. بابا سعید هر کاری که از دستش برمیومد برای من انجام داد. خودم دیدم. ولی بعد شانسی هم نشد. بابا هیچ کس غیر سعید نمیتونه منو اینجوری دوست داشته باشه. مگه خودتو نمیگفتین همین بسته واسه شروع زندگی؟ بله من گفتم. حالا چرا داری گریه میکنی؟ نمیدون. من اگه کاری کردم یا مخالفتی کردم به خاطر خودت بود. من زندگی خوبی برات میخوام. سعید این که آدم خوبیه، پی زندگیه، برای رفاقتش با من کافیه. من فکر میکنم برای زندگی کردن با تو کم داره. نداره بابا، درستش میکنیم. با اینقدر میخوایی پاش وایستی؟ دوستش دارم. پس با حساب من 0 تا 100 مسئولیتش رو قبول میکنی؟ ره ببین ازت دلخورم چون ازم قایم کردی که میای اینجا. ناراحتم که سعید به قولش عمل نکرده، ولی من زندگی خیلی خوبی برات آرزو دارم. این زندگی توه، فکرتو خوب بکن. اگه مسئولیتشو قبول میکنی بگو بیان حرف بزنیم. بفرمایید آقا، بفرمایید. به پدرم هم بگین تا حالا با هر چی خوش بوده باقیش هم با همون سر کنه. شما بذار من یه ذره بیشتر بر توضیح بدم. بفرمایید. آخه پدرت آقا من چه پدری کرده؟ این همه سال کجا بوده؟ برو ازش بپرس ببین چه بلایی سر خواهر من آورد. چیکار کرد که مادرم اونطوری از خونه‌اش زد بیرون؟ آقا تو اصلا نمیدونی ما چه بدبختی کشیدیم. نمیدونی مادر من با چه سختی ما رو بزرگ کرده. برو آقا، برو دنبال کارت. چی بگم؟ چیزی هم قرار نیست بگی. زندگی شخصی منه، به هیچ غریبه‌ای هم مربوط نمیشه. ببین میثم عزیز، به هیچ غریبه‌ای مربوط نمیشه. چی شد؟ با منیر خانم حرف زدی؟ نه با منیر خانم حرف نزدیم، ولی من با میثم حرف زدم. ها نمیخواد شما رو ببینه. ببین آقا داره، شما یه سری چیزا رو به ما نگفتی. چون فقط برگشتی گفتی نمیدونم من فقط خسیس بازی در می آوردم، بد اخلاق بودم، منیر تحمل نکرد، دست بچه رو گرفت رفت. اصل ماجرا رو به ما بگو. نمیدونی ما چه بدبختی کشیدیم، چه مدلی با ما برخورد کردن. که با شما هم میگم اصل ماجرا رو به ما بگو آقا داریوش. مگه شما چه کارمی که من بعد اصل ماجرا رو به شما بگم؟ البته میگم، ولی نمیتونم که همه چیزمو به شما بگم. خب
خب نگی، ما میریم اونجا یه حرفایی به ما میزنه، ما اولین بار میشنویم. خب نمیدونیم چی باید بگیم. گذشته ها گذشته سعید خان، گذشته ها گذشته. بهشون گفتین که من دارم میمیرم یا نه؟ بله. شهرونده آقا داروش ببخشید، ولی گذشته ها گذشته مال شماست. این همه سال شما کجا بودین؟ اونس بدبختی کشیدن، عذاب کشیدن. مگه نمیخوای این ماجرا حل و فصل شه؟ به ما بگو قصه تو، به ما بگو ما بدونیم حداقل. میگم قصم ها، قصم رو تو بکن اون بر، رو تو رو بکنین اون بر، رو تو رو بکنین اون بر. قصم یه مرضه، یه مرض که از بچگی داشتم، الانم دارم. اونم اینه که این دست توی این جیب نمیرفت. این زن زندگی میخواست از من، دست توی جیب نرفت. عروسی میخواست، دست توی جیب نرفت. لباس عروسو با دستای خودش دوخت. من تو مغازه نشسته بودم پول در بیارم، پول. بچه لباس میخواست، بچه کفش میخواست، این دست توی جیب نداره. بچه قرص میخواست، دست توی جیب نرم. بچه فلج، این دست توی جیب نرم. بازم قصه میخوای دیگه؟ قصه بدتر از این؟ منو نگاه کن، منو نگاه کن. قصه بدتر از این؟ امروز اون حال میسمو که دیدم دلم نمیخواد بهت بی احترام بشه. ولی نادرس هر کاری فکر میکنی درست میکنی. خیلی بمونم
مامان جان چرا نخوابیدی؟ الان وقت این کارا هست. سرگرم میشم، تموم میکنم کارو میرم میخوابم. تو چرا بیدار شدی؟ تو خواب ناله میکردی، دوباره بیدارت کردم. خسته بودم، ببخش. فقط خسته بودی؟ آره، خیالت راحت. میگم اگه یه روزی بابا برگرده. اون دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. حالا اگه برگشت؟ اگر رو کاشتن هیچ وقت از توش هیچی در نیمد. شما هیچ وقت دلت میخواست برگرده؟ بهش فکر نکردم. تقصیر اون نبود، اینجوری بزرگ شده بود. همیشه هم از بی پولی میترسید. نه، همش حرف مادر من. خب آدم برای بچهش کم میذاره. این چه حرفی الان تو میزنی ها؟ چرا به خاطر چیزای بی خود خلقتو تنگ میکنی؟ خدا رو شکر بزرگ شدید، به یه جایی رسیدی. پاشو پاشو برو بگی بخواب. دیگه هم بهش فکر نکن. داریوش با من کار داشتی؟ سعید جان جان بیا یه دقیقه اینجا بشین، کارت دارم. باشه. سعید جان من حدود 2,750,000,000 تومان نقد توی این صندوقم دارم. همین حدودم توی بانک سپرده دارم. حدود 322 تا سکه دارم. یه زمین دارم نزدیک کرج، این مغازه رو دارم. 72 تا دستبافت دارم. 392 تا ماشینی. یه قده دارم انقدر توی مغزم. یه دقیقه بیا اینجا پلوی من بشی. زنم حدود 20 ساله که با من کاری نداره. بچه ها، پسرم اصلا حاضر نیست منو نگاه کنه. تمام زندگیم یک رفیق نداشتم، یک دوست نداشتم. همیشه خودم بودم. حالا هم قراره که بمیرم. دلم میخواد که سرم رو بذارم روی متکا، دیگه بلند نشم. به تازگی یک رفیق پیدا کردم. یک رفیق که البته زورش کردم تا رفیقم شده، ولی هر کاری ازش خواستم برام کرده.
پشتم وایساده مثل یه پسر. نه نگفتم. حالا ازش یه چیزی میخوام، آخرین چیز، و میخوام نه نگه. اگر بگه نه میبرمش کلانتری و پاس. بگی نه میبرمش کلانتری. سعید جان برو، برو دنبال زندگی خودت، پشتت هم نگاه نکن، من رو به حال خودم بزن. شما گفتم نه نگو. برو دنبال عشقت، برو دنبال زندگی، برو دنبال کارت. البته تا به حال زوری کنارم بودی، زورت کردم، اما اگر خودت دلت خواست به هم سر بزن. الان دیگه مسئلهش پوله چیه پس؟ آقا داریوش کجا؟ مگه من بهت نگفتم برو دنبال زندگی خودت، کاری به کار من نداشته باش ها؟ مگه من نگفتم؟ گفتی ولی رفیق که هستی؟ برو بابا میذارم لهت میکنم. برو کنار، برو کنار. نه کجا میری؟ چه میدونم برو بابا. خب نمیذاشتی تنها بره؟ ندیدی؟ میام حالش بد نشه حالا. نه باباری، یه اون تنها زندگی کرده، هیچ کسی رو نداشت. بس خودش برمیاد. این کاغذ دیواری های چورکو من گذاشتم کنار، واسه اینا فردا یه سری برنامه دارم، میخوام بذارم پشت ویترین، خوب فروش میره مطمئنم. امروزم 10 تا رول فروختم. سپاسگزارم. دست شما در نکنه، شما به اندازه کافی کار کردی. فکر کنم یه هفته مرخص تشویقی باید بهت بدم. خواهش میکنم، البته من که کاری نکردم، ولی فکر کنم قرار بود دو تایی با هم دیگه زندگیمونو بسازیم دیگه. نه فعلا سرم شلوغه، حالا شما زحمت بکش من بعدا جبران میکنم. سعید اینام جان سعید. امروز بابا اومده بود اینجا. چی؟ بابا اومده بود اینجا. چی؟ بابا تو اومده بود اینجا؟ اینجا چی کار داشت؟ اومده بابا. من کجا بودم؟ خب بیرون بودم. چی گفت؟ خب دوباره قاطی، دوباره داد، دوباره این پسر فلانه بساره. چی شد؟ اومد اینجا گفتش که مسئولیت انتخابت با خودته، من دیگه مشکلی ندارم، حرفی ندارم، ولی بعدش دیگه حق نداری شکایت کنی. از اول گفت من شکایتی ندارم، حق نداری شکایت کنی. حق نداری شکایت کنی، مسئولیت انتخابت هم با خودته. تو چی گفتی؟ من هیچی دیگه، خدا رو شکر بهم وقت داد. وقت داد؟ آره. الان یعنی الان چیکار کنی؟ خب بهم وقت داد فکر کنم، اونی که باید فکر کنه منم دیگه باید فکر کنم ببینم میتونم باهات ازدواج کنم یا نه. آه. آره. آها، یعنی بابای شما همیشه دوست داره بگی وقت بده. آره. حالا یه بار منم یا الان بتونم وقت. من که باید وقت بده، تقصیر خودت، زودتر درستش کن. آه. آره، چون اگه بیای حرف بزنی باز زودتر بیای بس قول و قرار رو اینا. باش. پس این پیش من باشه. مال تو. آره، شما الان فکراتو بکن ببین که میخوای با من ازدواج کنی یا نه. آره. خبر شما بده، اون موقع من فکر می‌کنم ببینم من میخوام با تو ازدواج کنم یا نه. Thank you.
بفرم. ببین کی اینجاست. خانم چی در مغازت؟ نامزدم اگه ناراحت نمیشی. گاف صندوق خالی که رفت نامزد گرفت. باز شروع کردی؟ نه جدی اینجا چی کار میکنی؟ جدی میگم دارم کمکش میکنم دیگه. بابت همون 5 تومنو؟ نه بابت همون 10 تومنو. دو تا بس. نه اشکال نداره. جدی چطوری؟ خوبه. شما اینجا چی کار میکنی؟ منم هیچی، یه مسافر داشتم اما رو تو رو بشتادم، گفتم بیام یه سری هم بهت بزنم. دست داریوش کجاست؟ اینجاست. هست؟ بله افتاب شما میمونی آقا داریوش. بله بله. ببین کی اومده از اداره آگاهی. آقا سلام آداریوش. این که آقا پوریا هست. سلام خوبی قربان. پوریا جان خدا تو رو رسوند. من میخواستم برم این آدرس که آقا سعید طبیل. خیلی با معرف تو زنگ زدی بیاد دنبا. قربونه تو. ممنونم از تو. قربونتون برم. محبت داری من عادت به این محبت ها ندارم. ممنونم از تو. بریم تا بریم. یه جوری شد رو بود. دارم میرن خونه منیر خانم. من موقعیت اونجا رو برات میفرستم. مغازه رو ول نکنی بریم. نه نه حواسش هست. خانم نگم بفهم توضیح میده همه رو برات توضیح میگه. بله نمیری نه؟ آه؟ نمیری زنگو بزنی؟ نه حالا 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 یه دقیقه بشنیم من آه. این هم وقت نشستیم تو ممکنه خودش میاد دیگه قرار بود بیاد تا الان اومده بود آخه میدونی حالا آخه جگرم داره میاد تو حلقم چطور شده؟ جگرم داره میاد تو حلقم یعنی چی برچی اینقدر استرس داری؟ آه یه زنگ دیگه منیم زنگو میزنیم میاد صحبت میکنی حالا این وسط یه دقیقه بشین نه بعد ارس بخور من دکتر نگفتی من ارس میدی یه دقیقه بشینیم شاید اومد دیگه دکتر گفت ارس نخور ارس تو ارسم میدی اوه در باز شد در؟ مونی خانومه؟ همینه مونی خانوم؟ نمیدونم آره این مونی خانومه نه؟ من نمیدونم تو میشناسی همینه؟ ببین مانی خانم خود کنون و اصلا نگاه نکن یعنی چی پت برای چی چی باشد این میزه؟ نه تو برو پایین من برو باشم باش من بری باید باش حرف بزن من آخه باشو میگم الان میره سلام سلام مانی خانم منم داریوش مانی خانم یه دقیقه وایسی مانی خانم فقط یه دقیقه من به من مانی خانم قسمت میدم فقط یک دقیقه مانی خانم مانی خانم هنوز اونجایی؟ من میدونم شما پشت دری منم جای شما بودم جواب نمیدادم الان هم لازم نیست جواب بدیم فقط یک دقیقه در رو باز بکنیم من چشم تو چشم به شما یه چیزی رو بگم مانی خانم من میدونم به شما بد کردم میدونم به بچه هام بد کردم به خودم بد کردم فقط یک فرصت دیگه به من بده مونی خانم فقط یک فرصت دیگه لازم نیست در رو باز بکنی فقط یک لحظه به من گوش بده دکترها منو جواب کردن گفتم من یه تومور مغزی دارم قراره بمیرم من حاضرم با تو بمیرم
دنیا بگیرم. میخوام برام کاری کنی، از من نگهداری کنی، این روزا رو یادم نمیره. میخوای فداکاری کنی، بازم منو یاری کنی، تا قلب من آروم بگیره. عشق تو تکراری نمیشه، من توی قلبت موندگارم، من با تو پایانی ندارم، من با تو پایانی ندارم. میخوام برام کاری کنی، از من نگهداری کنی، این روزا رو یادم نمیره. میخوای فداکاری کنی، بازم منو یاری کنی، تا قلب من آروم بگیره. میخوام برام کاری کنی، از من نگهداری کنی، این روزا رو یادم نمیره. میخوای فداکاری کنی، بازم منو یاری کنی، تا قلب من آروم بگیره.